کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند خب شاید الان دیدن نوازنده و خواننده خصوصا میون خانوما برامون یه موضوع کاملا عادی باشه ولی خب توی این کتاب نشون میده که زنان خواننده پیشگامی مثل قمران ملوک زرابی و قمران ملوک وزیری چه بهای سنگینی پرداختن تا این راهو برای نسلای آینده هموار کنن وقتی که این کتاب رو بخونی به خوبی میفهمی که ملوک برای اینکه پیشگامه زنان آینده در عرصه هنر باشه چه سختی ها و مسائب زیادی رو به خودش هموار کرد تا بتونه افکار متعصبانه و جاهلانه جامعه رو به کناری بزنه گذر مردم از سنت های مزر و ویرانگر به دوره مدرنیته و اصر جدید رو میشه خیلی قشنگ و گویا توی این کتاب مشاهده کرد داستان قمرالملوک الملوک زرابی از زنان پیشگام در عرصه هنر آواز و نوازندگی گوینده نازنی سخت مشغول تمرین آوازخانی و تمرین ضرب بودم. قمرالملوک وزیری هم به من صفه پر کرد و بیرون میداد. صداشو خیلی دوست داشتم دلم میخواست یک روزی مفتخر به دیدارش بشم سید حسین گفت در محافل ادبی و هنری صفحه شما و قمرالملوک نقل قول اشخاص هست و هر دوی شما خوش درخشیدید گفتم دوست دارم قمرالملوک رو ببینم سید حسین گفت باید صبر کرد و توی یک محفل که هر دو وعده دارید اولین دیدار صورت بگیره چون اگر شما بخواید پیش قدم بشید در محافل هنری میپیچه و ارزش قمرالملوک بالا میره اولین دیدار باید طوری باشه که هیچ کدوم پیش قدم نشده باشه. دیدم چندان پر بیراه نمیگه اطاعت کردم. حسن کماکان در لاک خودش بود و فاطمه سلطان نگران از این وضع در خودش فرو رفته بود. با ننه مروارید مشورت کردیم تا بینشون صلح حاکم بشه. ننه گفت مولوک میدونم تا حسن از, از ازای غزل در نیاد فاطمه سلطان با اون از در آشتی در نمیاد. سه ماه به نوروز مونده بود. از خدا خواستم تو این ایام شهر کوکه با از سر حسن و فاطمه سلطان دور نگه داره شب چله بود و مهمان امارت آقا جان بودیم دور کرسی نشسته بودیم و مشغول صرف لبو و هندوانه بودیم و آقا جان برامون با لحن خوش حافظ خوند و تنبک به دستم داد و از من خواست بخونم شرم حضور داشتم و نمیتونستم بخونم به اصرار خانم جان زیر آواز زدم و اشاری از حافظ که باب میل آقا جان بود خوندم صدای کلونه در بلند شد از جان بلند شدم در با باز کردم با دیدن حبیب کالسکچی ترس به دلم افتاد حبیب داخل حیات شد و گفت ملوک خانم منو میرزا رضا فرستاده با صدای اون همه داخل حیات شدند حبیب بعد از سلام و علیک گفت نصرت خانم فارغ شدند و طفل دختره حال مادر و تفل الحمدلله مساعده از خوشحالی فریاد کشیدم آقا جان و خانم جان حاضر شدند و سوار کالسکه شدند تا به باغ شمران برند خانم جان از من خواست اونو همراهی کنم اما چون نزهت خانم منو فلک بسته بود امتنا کردم حس دوگانه ای داشتم هم خوشحال بودم نصرت جان به سلامت فارغ شده و هم ناراحت بودم که در چنین روزی نمیتونستم همراه و همدم اون باشم وارد امارت شدیم امارت تاریک و سوت و کور بود حسن که با ما نیومده بود در امارت نبود تشویش عجیبی در دل داشتم دلم بیگمان خبر از حادثه ناخوشایند میداد صدای آواز از امارت بغل میومد ننه مروارید چراغای فانوس رو روشن کرد شب از نیمه گذشت و حسن نیومد فاطمه سلطان اندوهگین سرمون رو پهن کرد آماده خواب می شدیم که کلون صدا در به صدا درآمد فهمیدیم حسنه و شیر در باز کرد و حسن مست و پاتیل داخل دالان شد و پشت سرش کوکب به همراه خاله جان، و حاج عبدالله داخل حیات شدند مونده بودم این وقت شب چرا اومدن؟ ناگهان سغرا دایره دستش گرفت و با ساز و آواز کوکب به داخل مشایعت کرد متحیر علتش رو پرسیدم عبدالخان با نیشخندی روی لبش جلو اومد و کاغذی رو به دستم داد و گفت الحمدلله به میمنت و مبارکی کوکب و استاد حسن نقرچی با هم عقد کردند و کوکب حالا ایال استاد حسن و باید منبد اینجا بمونه کاغذ رو گرفتم و خوندم حالت بدی بهم هم دست داد با اتاب گفتم اگه صحت هم داشته باشه کوکب نمیتونه تو امارت من بمونه عبدالخان با غذب گفت اگه شهر هرته که شما میخواید زنی از امارت شوهرش بیرون بندازید و خلاف شهر عمل کنید با صدای مهیب شکستن فانوس شیشهای ای از جان پریدم فانوس از دست فاطمه سلطان به زمین افتاد و هزار تکه شد حسن انقدر که مست بود هیچ چی نمیتونست بگه بشیر هر چی اونو صدا میزد انگار تو این دنیا نبود نن مروارید گفت ملوک دیر وقت شبه و اونطور که پیداست حسن واقعا کوکب و عقد کرده یه امشب کنار بیا تا فردا ببینیم چی میشه برخلاف میلم هیچی نگفتم و کوکب بایش به پرسید اتاق حسن کجاست؟ جوابش ندادم ننه مروارید اونو به اتاق حسن برد خطاب به بشیر گفتم چون حسن مسته امشب و پیش شما میخوابه تا فردا ببینیم صلاح کار چیه عبدالله خان قورید و گفت میخوای تو شب زفاف میونه اونا رو جدایی بندازی؟ جلو رفتم و گفتم یک کلمه صحبت کنید پی کلان تر میفرستم اینجا متعلق به منه اگه خوشت نمیاد حسن رو بردار ببر هر خراب شده جز اینجا خارجان فهمید زیاد تون رفتن آسین قبای عبدالله خانو رو کشید کوکب و به اتاق حسن بردن سقرادهی رخت خوابی ابری پهن کرد حسن و بشیر برداشت و به اتاق خودش برد خطاب به عبدالله خان گفتم خیر پیش اونا رفتن و کوکب زرخندی به من زد گفتم کوکب امشب کار ندارم اما اینجا جای تو نیست دست فاطمه سلطان رو گرفتم و به امارات خودم بردم اون هق, هق گریه میکرد گفتم فاطمه سلطان دیدی آخر چی شد عاقبت اون همه ناز شد هووی مکاری مثل کوکب کسل خیال بودم زیرا آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخته بود غم چنان بر دلم چنبره زده بود که یارای هیچ کاری رو نداشتم ناتوان از کار دنیا روی زمین ور دل فاطمه سلطان نشسته بودم از پنجره اتاق کوکب و نگاه کردم که فانوسش روشن بود تا سپیده صبح غرق فکر و خیال بودم صبح سر رسید و بانگ با خروس همسایه محل رو در نوردید به سختی از خوابی که هیچ شبیه خواب نبود بیدار شدم کوکب با پیراهنی سفید و نازک داخل حیات شد و بلند گفت فاطمه سلطان پس این ناشتایی من چی شد؟ در با باز کردم و گفتم مگه فاطمه سلطان خدمی تو هست کوکب خندید و گفت ملوک جان مگه فاطمه سلطان کلفت تو نیست وظیفه کلفت رسیدگی به عوامر بانوی امارته و منم بانوی امارت استاد حسن هستم گفتم هجاب بگیر میخوام بخشی رو صدا کنم کوکب ایشی گفت و چارقد بر سر گذاشت و پیراهنش رو عوض کرد صدا زدم بشیر بشیر در اتاق باز کرد داخل حیات شد و گفت بله ملوک خانم گفتم حسن رو بیدار کن تا بشیر بره حسن رو بیدار کنه خود حسن از اتاق بیرون اومد و به نن مروارید گفت براش چای نبات ببره گفتم واری کلا حسن دیشب به بهونه عدم مزاحمت ما رو همراهی نکردی و رفتی کوکا باخت کردی حسن هراسان گفت چی گفتید من کوکا باخت کردم من به گوره پدرم خندیدم کوکا با به گفت حسن خان این فاطمه سلطان بدگل ارزش اینا نداره که دروغ بگی نامه رو به دستش داد حسن نامه رو خوند امضای خودش رو شناخت ضعف بهش غلبه کرد و روی زمین افتاد بعد روی پله نشست و سر در گریبان فرو برد گفتم چنان بدمست شدی که نفهمیدی عبدالله خان با هیله و نیرنگ دخترش رو به عقدت درآورده حسن شرمگین سر به زیر انداخت فاطمه سلطان لام تا کام حرف نمیزد خطاب به حسن گفتم از اعضای غزال در نیومده با رخت اعضا زن گرفتی و بازم دل فاطمه سلطان شکستی حسن با دیدن فاطمه سلطان جلو اومد و بازوانش رو گرفت و گفت به خدای اهد و واحد قسم من هیچ دلم نمیخواست کوکبا عقد کنم به جان آقا جانم رو هم خبر رو نداشت فاطمه سلطان اونو رنجور نگاه کرد و انگار روزه سکوت گرفته باشه هیچ چی نگفت خطاب به حسن گفتم جای شما اینجا نیست دیشب چون عقد تو سرت نبود و دیر وقت بود اجازه دادم کوکب یه شب یا اینجا سهر کنه دست ایالتو بگیر و برو به بشیر گفتم که خبر کن و اسباب حسن و رخت خواب کوکب و جمع کن کوکب مستانه خندید و گفت گمان میکنی تو این شهر بیدر و پکر جایی برای موندن ندارم آقا جانم یه امارت برام میخره و اونجا ساکن میشیم بشیر که خبر کرد اسباب و اساس حسن و کوکبو جمع کرد حسن گفت بلوک خانم به خدا من کوکبو نمیخوام اجازه بده من اینجا بمونم نگاه های گیرای حسن چنان ملتمس بود که دلم به درد اومد اما من تحمل شر و و دیدار مستمر کوکبو نداشتم بشیر رو صدا کردم و گفتم حسن رو با خودش ببره حسن خشمگین اسبابش از دروش که در آورد و تو اتاقش ریخت و خطاب به کوکب گفت به امارت پدرت برگرد من به قمشلو برمیگردم فاطمه سلطان شتابان غزال از دست نن مروارید گرفت و تو بغل حسن گذاشت و به اتاقش رفت اون با این عمل نشون داد غزال نگه نمیداره حسن مونده بود چیکار کنه کوکب گفت آقا حسن عجب زنی داری که از جگر دل میکنه اون نمیدونست فاطمه سلطان مادر غزال نیست حسن جلو رفت و غزال به دست نن سپرد و گفت مراقبش باش و به هیچ حرفی سوار درشکه شد و به تخت رفت کوکب که باورش نمیشد فردی عروسی شوهرشونو تنها بذاره با غضب جلو اومد و گفت مولوک بد میبینی هم محمود از من گرفتی و هم حسن و گفتم میدونی زن سوم حسن شدی کوکب وا رفت لبخند شررباری زدم و گفتم تو که اونقدر به ناز و تنعم خودت میبالیدی نفهمیدی و عاقبتت این شد کوکب مستصل شد بشیر رو صدا کردم کوکب ببره کوکب به ناچار عروس نشده به امارت آقاجانش رفت پیش فاطمه سلطان رفتم گفت ملوک تمنا میکنم طلاق منو از حسن بگیری گفتم یکم صبوری کن مشخصه که حسن روش از هیچ خبر نداشته چند روز گذشت و خبر از حسن و کوکب نیومد روز پنجشنبه به امارت آقاجان رفتیم و نصرت جانم اومده بود دختر زیباشو بغل کردم و بوسیدم قرار بود نصرت تا چله بچهش در امارت آقا جان بمونه. سکه زر زیر قنداق دخترک زیبا گذاشتم. اونها هیچ چی نمی دونستن. وقتی بچه به خواب رفت گفتم می دونید کوکب ایال حسن شوهر فاطمه سلطان شده؟ همگی متحیر منو نگاه کردن. باورشون نمی شد که کوکب چنین کرده باشه. خانم جان گفت از باجی در حیرتم. کوکب دختر زیباییه. اونها فقط از در اناد با تو در اومدند. گفتم خانم جان بازنده اصلی کوکبه اگه حسن دلش به اون باشه حتمی طلاق فاطمه سلطان رو میگیرم شنبه پیش سید حسین رفتم اون بعد از آموزش گفت ملوک خانم این آخرین آموزش آواز شما بود شما پیش من حاجی خان عین الدوله و اقبال السلطان آموزش دیدید دیگه نیازی به آموزش نیست الان صاحب سبک و صدا هستید و در نواختن ساز حرفی برای گفتن دارید باید تمرکزت رو روی شعر آهنگ و تصنیف بذاری گفتم یعنی دیگه نیازی نیست با شما تمرین کنم سید حسین لبخند زد و گفت همینطوره در حال حاضر شما یک خواننده بدون ایراد هستید. میسپارم هر کجا مهمانی باشه شما اونجا آواز بخونید. غم عالم بر دلم نشست. بین من و استاد اون سلفتی زیاد بود و ندیدن اون دل رنج می کرد. بلند شدم و به رسم ادب تشکر و تعظیم کردم. سید حسین حق استادی رو بر من تمام کرده بود. سید حسین خندید و گفت ملوک خانم قرار نیست دیدار حاصل نشه فقط آموزش شما تمام شده از اقبال السلطان خبر داری؟ گفتم نه اونو تو مهمانی امارت فرمانده کل قوا دیدم و دیگه از اون خبر ندارم سید حسین با خنده گفت <applause> اون ایال جدید اختیار کرده حیرت زده اونو نگاه کردم گفتم اون که دوتا همسر داشت خندید و گفت چندان مطلع نیستم اما تو محفل رفقا شنیدم اقبال السلطان همسر سوم اختیار کرده دلم گرفت برای صفیه و خورشید اونا باید با هوای سوم سر میکردن به امارت برگشتم. فاطمه سلطان برام میوه آورد. مشغول صحبت بودیم که کلون در به صدا در اومد. بشیر در بو باز کرد. حسن و عبدالله خان بودن. از جان بلند شدن. حسن داخل حیات شد. عبدالله خان بدون اینکه به ما نگاه کنه بعد از خداحافظی با حسن بیرون رفت. گفتم: "علیک سلام آقا حسن." شرمگین سلام کرد. اونو به داخل امارت دعوت کردم. حسن روی مبل نشست. گفتم: "چرا با عبدالله خان اومدید؟" گفت عبدالله خان و کوکب به غمشلو اومده بودند متحیر اونو نگاه کردم فاطمه سلطان چنان حالش بد شد که ترس به افتاد لیوان شربت به اون خوروندم حسن گفت شب چله تو دکان نشسته بودم چون یاد شب چله پارسال افتاده بودم محزون و مغموم تو حجر حافظ میخوندم عبدالله خان اومد و به زور چند پیال شراب به من خوروند من از غم غزال بدمستی کردم و شد آنچه نباید میشد و بیان که بدونم کوکب شد ایال من به غمشلو برگشتم تا تکلیف خودم رو بدونم آخوند مسجد شیخ لطف گفت عقل تو حالت مستی باطله خوشحال شدم و به غمشلو برگشتم تا چند شبی بمونم و به تهران برگردم یک شب قبل از برگشت عبدالله خان و عیالش به همراه کوکب اومدند آقا جان با دیدن اونا دلیل و پرسید و عبدالله خان نامه رو نشون آقا جان داد و گفت کوکب عروس شماست کوکب آهو ناله کرد که نمیدونستم ایال سوم حسن هستم خانم جانم گفت در حال حاضر حسن یک ایال داره و اونم فاطمه سلطانه کوکب خوشحال شد و گفت من شنیدم سه زن داره خانم جان گفت بله ایال دومش غزال یک سال نمیشه به رحمت خدا رفته شبنگام آقا جان منو کناری کشید و گفت عقد شما باطله اما روا نیست دختر مردم که با هزار امید و آرزو به تون پناه آورده رو آوار و بدنام کنی بین عقل و احساس تو جدالم نمیدونم چاره ای کارم چیه کوکبو نمیخوام و نمیتونم اونو که یه بار آبروش رفته رو بازم آبروشو ببرم پوزخندی زدم و اونو با غضب نگاه کردم فاطمه سلطان در حال لرز بود با اشاره دست اونو دعوت به سکوت کردم و با صدای بلندی چنین خواندم ان در دل بی وفا غم و ماتم باد آن را که وفا نیست ز عالم کم باد دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم که هزار آفرین بر غم باد حسن که تو به حال صدای من را از نزدیک نشینده بود متحیر من را نگاه کرد. گفتم به بهانه حفظ آبروی اون مار خوشخط و خال قصد داری عقد باطل و صحیح کنی و دل فاطمه سلطان رو که به احترام رخت ازاد آغوشش رو به روت باز نکرد بشکنی خبرت هست که با فاطمه سلطان چه کردی بازم شرم نمیکنی و میخوای براش هوو بیاری میسپارم بشیر فردا آخوند بیاره و طلاق فاطمه سلطان رو بگیر و کوکب و به نکاهت در بیاره غزال هم با خودتون ببرید تو این امارت جای مرد بیوفایی چون شما نیست حتی به زنی که ادعا کردید عاشقش هستیدم هیچ وفا نکردید الحق که لیاقت زنی مثل کوکب دارید حسن به تته پته افتاد با صدای بلندی بشیر رو صدا کردم و گفتم حسن رو بیرون ببره و فردا اونو با آخوند به امارت بیاره بشیر چشمی گفت و حسن رو به بیرون مشایعت کرد گفتم فردا سه ساعت به ظهر مونده به امارت بیاد اونا رفتن و فاطمه سلطان که به زور خودشون نگه داشته بود نقش زمین شد با کمک ننه مروارید اونو به حال آوردیم بشیر اومد و گفت حسن یه اتاق کنار دروازه محمدیه گرفت و قرار شد فرد و صبح با آخوند به امارت بیان فاطمه سلطان محزون گریه میکرد دلداریش دادم و افسوس که فایده نداشت قسم میخورم اون شب تا صبح خواب با چشمامون بیگانه بود صبح بشیر به دنبال آخوند رفت فاطمه سلطان رو به حمام فرستادم رخت فاخری به تنش کردم نمیخواستم در مقابل کوکب حقیر جلوه کنه فاطمه سلطان طاقت نیاورد و غزال و در آغوش کشید و بویید و بوسید کلون درب صدا در و دل من هوری ریخت پایین نن مروارید درب و باز کرد آخوند به همراه حسن داخل حیات شد و متعاقب اون کوکب و عبدالله خان شعف در سیمای کوکب نمایان بود حسن داخل تالار شد آخوند اقنامه کوکب و در دست گرفت و خطاب به عبدالله خان گفت این عقد چون در حالت مستی انجام شده باطله و دختر شما در نکاح ایشان نیست عبدالله خان و گفت شاهد دارید؟ آخوند گفت بله در باز شد و آخوندی با دو نفر مرد داخل شدند آخوند گفت من و عبدالله فریب داد که داماد میل به این وصلت داره و من گمان بردم از شدت شوق شراب نوشیده و عقد و جاری کردم بعد فهمیدم خلاف میل مرد بوده سپس با کسب اجازه از حسن سیغه عقد فسخ شد. باورم نمیشد حسن چنین کاری کنه. کم مونده بود فاطمه سلطان پس بیفته. چی فکر میکردیم و چی شد؟ لبخند شادی بر لبانم نقش بست. کوکب که باورش نمیشد عقدش باطله و حسن اونو جواب کرده در آغوش خاله جان از هوش رفت. به سختی با گلابونو به هوش آوردیم. عبدالله خان غضبناک گفت: چرا طرف کلفتو گرفتی یا هم خونتو به این روز انداختی؟ گفتم عبدالله خان جواب این پرسش رو باید در خودتون پیدا کنید. خودتون آقا حسن رو مست کردید و عقد و به زور جاری کردید من که روهمم خبر نداشت من نمیتونم با آقا حسن دستور بدم چیکار کنه اما اجازه این که با کوکب در امارت بمونه رو هرگز نمیدادم ازدواج اجباری نمیشه باید طرفین خاطر همو بخوان من و شما هیچ کاره این از جان بلند شدم و آخوانده هم متاقبه من بلند شدن و از امارت بیرون رفتن کوکب مسخ شده بود خالجان با گریه و زاری بلند شد و کوکب و دنبال خودش کشید حسن با اتاقش رفت خطاب به فاطمه سلطان گفتم فاطمه سلطان من هیچ نمیخوام تو امور مربوط به شما دخالت کنم اما به خودم لازم میدونم گوشزد کنم که حسن یه مرد جوان و خوششهره است او نیاز به یه همدم و همسر داره از مکر کوکب قافل نشو همین حسن دلش نمیومد اونو از دست بده اما چون اعتاب منو دید تکونی خورد و دیگه عقد باطل کوکب و صحیح نکرد دیگه غرور معنا نداره چیکار به رخت و درز حسن داری خانم جان همیشه میگفت زن نباید بسترش رو سوا کنه فساد و دشمنی ها از همین جدایی بستره میدونم دلت شکست است اما چون دلت باونه، با حرف دلتو گوش بده و بسترتو با شوهرت که خیلی دوستش داری یکی کن چند روز گذشت و یک روز که برف سختی باریده بود زیر کرسی نشسته بودیم نن مروارید برامون لبو پخته بود در حال خوردن لبو و بازی با غزال بودیم که در به باز شد از زیر کرسی بلند شدیم ببینیم چه کسی هست از اون چیزی که میدیدم دهانم از حیرت باز موند حسن ریشش رو تراشیده بود و رخت ازار رو از تنش درآورده بود انگار قبار غم و از صورتش پاک کرده بود فاطمه سلطان شادمان از حیبت حسن لبخند شیرینی زد به استقبال حسن رفت ننه مروارید اشک شوق ریخت و گفت خدا رو شکر که فاطمه سلطان با حسن از در صلح در اومد الهی تو هم عاقبت بخیر خیر بشی ملوک جان لبخند محسونی زدم مگه میشد بار دیگه قلبم برای مردی بلرز و با دیدنش چشام درخشش و تنم گور بگیره فاطمه سلطان داخل تالار شد برگردنش گردن بند طلای سرشته بلندی جلوه گریم کرد با صورت سرخ گفت هدیه حسنه اون شب برای اولین بار فاطمه سلطان بسترش رو با حسن یکی کرد پرده رو کناری زدم و آسمان سرخ و نگاه میکردم و محو رقص برف ها بودم حیات یک دست پیتپوش شده بود و انگار برفا با من هم شده بودن و رقص حزن انگیزی داشتند. عجب شبی بود. اون سمت حیات فاطمه سلطان به عشقی رسید که در رویاش میسوخت و در آغوش شوهر آشقان شب و سهر می کرد و این سمت حیات من در حسرت عشق طبیب می سخدم. شب برفی تهران اون شب مثل شب عشق و حسرت بود. شب وسال و غم دوری یار. به سختی به خواب رفتم. صبح که بلند شدم فاطمه سلطان از شدت خجالت از اتاق بیرون نیومد نان مروارید کاچی پخته بود و منتظرش بود حسن پاورچین از اتاق بیرون رفته بود بالاخره گرسنگی به فاطمه سلطان فشار آورد و پیش ما اومد با ورودش نن مروارید کل کشید و فاطمه سلطان دست پاچه کناری نشست بلند شدم اونو بوسیدم و یه رخت فرنگی که از دوکان مسیو هلندی تهیه کرده بودم بهش هدیه دادم ننه مروارید مثل یه مادر بود و نبود مادر فاطمه سلطان رو کمرنگ می کرد. کاسه کاچی به دست بودیم که سرزده خانم جان اومد. مونده بودم تو این برف چطور به امارت اومده؟ خانم جان که از سرما می لرزید زیر کرسی نشست. ننه مروارید کاسه کاچی که بخارش گرم و بخش و تمش نیرو بخش بود و به دست خانم جان داد. حرمجان جان متحیر ما رو نگاه کرد وقتی فهمید حسن عقد کوکب و فسخ کرد و با فاطمه سلطان از در صلح در اومده شادمان شد از شدت خوشحالی بلند شد فاطمه سلطان رو بوسید و مقداری پول به اون داد و گفت الهی هزاران مرتبه خدای باری تعالی رو شکر که شر و فتنه کوکب و از سر زندگی اهالی این امارت کم کرد بعد مشغول خوردن کاچی شد در حین خوردن ناگهان به سری زد و گفت خدا مرگم بده پاکی یادم رفت چرا تو این برف و بوران و سرمای استخانسوز به اینجا اومدم گفتم دور از جونت خانم جان انشالله خوش خبر باشید با خنده گفت ملوک خیره افت آبستنه مسرور شدم و تبریک گفتم شادمان از اینکه اونم دامنه سبز شده دست شکر به آسمان بلند کردم خانم جان گفت الهی ملوک هم عاقبت به خیر بشه کی میشه خبر آبستنی ملوک رو بشنوم آهسته با گوشه چارقدش اشک چشاشو پاک کرد. به سختی جلوی خودم رو گرفتم که گریه نکنم. مرور ایام برام در خوندن و نواختن خلاصه شده بود. چنان میخوندم و مینواختم که غم تنهایی رو نفهمم. نزدیک عید نوروز بود و به دستور اقبالالسلطان اغلب شبها در امارت رجال متمول شهر به هنرنمایی میپرداختم و محفل شبنشینی اونا رو گرم میکردم. با اقبالالسلطان السلطان تی کرده بودم فقط در محفل ایان میخونم. در این بین از نگاه تحسین برانگیز مردها هم بی نصیب نمی نمیموندم. هم سرم تو که خودم بود و هیچ مردی رو یارای نزدیک شدن نبود. این قلب دوباره گرم نمی‌شد. روزی اقبال السلطان پیش من اومد و گفت بانو ابتهاج السلطنه شما رو وعده گرفته. گویا قرار نوش شاهزاده خانم اسمت الملوک نامزد کنه. ته دلم خالی شد. نمیخواستم دوباره شیر خانو ببینم و یاد طبیب در دلم زنده بشه. یک سال می از اونا هیچ خبری نداشتم. نمیدونستم آیا طبیبم همراهشون از بیروت با عیالش برگشته یا نه. رومم نمیشد نام و نشان دامادو از اقبال سلطان بپرسم. روز موت سر رسید. چون میدونستم بانو ابتاج و سلطنه خاندانی اصیل و متشخص هستند بهترین البسه که در کمد داشتم و بتن کردم. چند روز قبل گوشواری الماس از دکان جواهری برای خودم خریده بودم. اونو در نهایت احتیاط به گوشم آویختم. به سمت امارت بانو مبتهج دوله ایال غلام علی میرزای دولت شاهی رفتیم از صبح با خودم داشتم فکر میکردم اگر اردشیر شیرخانو دیدم چنین کنم و چنان امارت مملو از مهمان و بسیار شلوغ بود داخل تالار اندرونی شدم شاهزاده خانم اسمت و دوله پیراهن گیپور شیر رنگ بتن و نیمتاج طلای میناکاری بر سر داشت اون مثل یه حلوی شیرین بود زیبا تناز و با چشمانی مخمور که جلوهگری میکرد در دل به اون رشک بردم دونستم اردشیر شیرخان از اینکه عیالی مثل اون بگیره در عرش سیر میکنه چشم چرخوندم نه پریزاد خانم دیدم و نه ماهنوش خانم خدمه با شتاب مشغول پذیرایی بودند طبق های نقره حاوی البسه فاخر و جواهرات گرانبها رو جلوی پای شاهزاده خانم چیده بودند من کنار دست بانو ابتاج و سلطنه نشسته بودم اون که مادر بزرگ شاهزاده خانم بود چهرش خیلی خورسند نشون میداد عمارت شاهزاده دولت شاهی واقعا زیبا و مجلل بود هیچ زنی از طرف خانواده داماد حاضر نبود با خودم فکر کردم مواد و پریزاد خانم دلش به این وسلت رضا نیست که نیومده دسته مطرب ها مشغول نواختن بودند. با اشاره سر بانو ابتاج و سلطنه تنبک دست گرفتم و شروع به خوندن تصنیف کردم ولوله در گرفت و مهمونا از جا بلند شدن درب تالار باز شد نفس به سختی از سینم بیرون میومد. اومد نمیدونستم طبیبم همراه اردشیرخان اومده یا نه مردی بلند بالای با چشمانی گیرا داخل تالار شد پیش شاهزاده خانم نشست و من در حینی که آواز میخوندم و ضرب میگرفتم احساس کردم اونو جایی دیدم هرچه به ذهنم فشار آوردم نفهمیدم کیه بعد از اتمام آوازخانی داماد دو سکه زر به من بخشید از اون تشکر کردم داماد نشان رو که انگشتری گرانبهایی بود به دست شاهزاده خانم کرد و به میمنت این وصلت اهل مجلس کل کشیدند بانو ابتاج و سلطنه بلند شد و مشتی شاهی اشرافی بر سرشون پاشید. همگان زبان به تبریک و تهنیت باز کردن. فهمیدم داماد همانا رضاخان وزیر جنگ و فرماده کل قواست. باورم نمیشد. تمام تنم گر گرفته بود. همین چند وقت پیش بود که در امارت بانو تا جلملوک آیروملو آواز خونده بودم. الان در مراسم نشان هووش می خوندم. از کار دنیا سخت در حیرت موندم. تصور این که الان بانو تا جل چه احساسی در دل داره باعث ناراحتیم شد شاهزاده خانم اسمت و دوله بسیار زیبا بود از عمل خاندان دولتشایی سخت در شگفت بودم که دختر جوان و زیباشونو به عقد مرد زندار در آورده بودند خاندان دولتشایی چنین بودند چه انتظاری از عبدالخان مسگر میرفت نفهمیدم ناخداگا اخم بر چهره نشوندم به خودم اومدم من خواننده و آوازخانی بیش نبودم نباید در مقام قضاوت برمیومدم بلند شدم عروس و بوسیدم و به بانو ابتاج و سلطنه و بانو مبتج و دوله تبریک گفتم و آرزوی نیکبختی و سعادتمندی کردم. به تالار صفره خانه رفتیم. بعد از صرف ناهار که بسیار مجلل بود به خواست صاحب مجلس بار دیگه تنبک دست گرفتم و آوازی خوش سر دادم. اونا از این وصلت میمون بسیار شادمان بودند با خودم فکر کردم حتما رضاخان در دربار سلطان احمد شاه قاجار پست و مقام و منزلتی زیاد داره که خاندان شهیر دولت شایی که نوادگان فتحعلی شاه قاجار بودند با اون وصلت کردند مهمانی تا شب به درازا کشید بعد از اتمام مهمانی دیدم اهل مجلس از بزرگ تا کوچک جلوی فرمانده کل قوا خم شدن و تکریم میکنند بعد از دریافت مزد که بسیار زیاد بود خورسند به امارت برگشتم هران آنچه دیده بودم برای فاطمه سلطان و نن تعریف کردم چند روزی گذشت چیزی به عید بهار نمونده بود گماشته بانو تاج الملوک به دنبالم اومد و نامه به دستم داد نامه رو باز کردم بانو تاج الملوک از من خواسته بود به امارتش سر بزنم اون زنی مقتدر بود جرأت روی, روی با اونو نداشتم و از رفتن پیشش سر باز زدم اون سال عید خیلی خوش گذشت چون میتونستم به امارت آقا جانم برم در ایام عید فاطمه سلطان حال خوشی نداشت چون اولین سالگرد غزال نزدیک بود و حسن قصد رفتن به غمشلو رو داشت ناخوشی و ناراحتیش رو به حسد زنانه تعبیر میکردم حسن برای سالگرد به غمشلو رفت و فاطمه سلطان اونو همراهی کرد ایامی که اونو غزال نبودن به من سخت میگذشت و با نن مروارید مشغول بودم دیدم درنگ جایز نیست و نمیشد امر بانو تاج الملوک و نادیده گرفت برای همین رخت نو بتن کردم چادر کردم و با بشیر به سمت عمارت بانو تا جلملوک به راه افتادیم همین که کلونه در رو به صدا در گماشته در باز کرد قلبم چنان میزد که بیم اون داشتم از سینه بیرون بزنه از اینکه که ای کل قبا در امارت باشه و منو توبیخ کنه باعث حراس من شده بود از دالان طویل گذشتم و به حیات پردار و درخت رسیدم خدمه منو پیش بانو تاج الملوک مشایعت کردند اون روی مبل در تالار مهمانخانه نشسته بود جلو رفتم و تعظیم کردم تا ملک دستور داد خدم اسباب پذیرایی رو مهیا کنند بعد از اینکه لیوان شربت نوشیدم گفتم من به شما یه مذرت خواهی بده چون دم عید نوروز بود و سرم شلوغ بود و اغلب شبها در مجلس بزرگان میخوندم نتونستم پیش شما بیام اون پوسخندی زد و گفت یعنی آواز خوندن در مجلس بزرگان مهمتر از دستور و احضار ایال فرمانده کل قوا بوده؟ موندم چی بگم؟ گفتم خیر ابدا چنین نیست اما من از مدتها قبل وعده داشتم و سرباز زدن از اون به هیچ طریقی ممکن نبود. تاج الملوک به قهقه خندید و خطاب به من با لحن پرسلابتی گفت شنیدم شما در مجلس نامزدی شوهرم رزاخان و اسمت الملوک وعده داشتید. سوالی از شما دارم. چرا به من پشت گردید و در اون مجلس آواز خوندید در حالی که قبل از اون در امارت من آواز خونده بودید نگاهش رنگ دوستی نداشت میدونستم رزاخان قدرت و نفوذ زیادی در دربار داره به خودم لرزیدم با خودم فکر کردم آقا جان نتونست منو از خوندن باز داره من رویامو دنبال کردم چه برسه به تاج الملوک آیرونلو من هیچ وظیفه‌ای در قبال اون نداشتم دو راه بیشتر نداشتم یا محکم و با سلابت جوابش رو میدادم و خشم اونو به جون میخریدم یا مجیزش رو میگفتم و عذر میخواستم راه اول رو انتخاب کردم سینم و صاف کردم و مستقیم به چشاش نگاه کردم و گفتم بله بانو ابتاج و سلطنه از دوستان نزدیک من هست و از من خواهش کردن در مراسم نامزدی شاهزاده خانم اسمت و دوله دولتشاهی آواز بخونم و ضرب بزنم اما نام و دامادو نمیدونستم گمان میکردم داماد از خاندان شمرانیال اصل تهرانیه در همون مجلس فهمیدم داماد شوهر شماست من یه آوازخان هستم هر جا منو وعده بگیرن اگه تمایل داشته باشم حاضر میشم وگرنه اگه میلم نکشه نمیرم شاهزاده جهانگیر میرزا دایی شاهزاده خانم اسمت و دوله صفحات منو ضبط میکنن به همین دلیل من نمیتونم دست رد به سینه اونا بزنم تاج الملوک با دقت من رو نگاه کرد و گفت ملوک خانم من تمایل دارم شما در مهمانی های من آواز بخونید از شما خواهش میکنم دیگه در مراسم هوم شرکت نکنید شنیدم مدت دیگه عقد و عروسیه به شما تاکید میکنم در اون مجلس حاضر نشید چنان با تحکم گفت که دلم لرزید سر بالا آوردم جوابشو بدم که دیدم قطر اشکی از چشمان اشبار تاج الملوک پایین ریخت غم درونشو میفهمیدم حسی که من به کوکب داشتم حالا اون به اسمت الملوک داشت دست باچه شدم بلند شدم با دستمالی ابریشم این که همراه داشتم اشک اونو پاک کردم و گفتم خانم جان نهایت تلاشمو به کار میبرم که در مراسم عقد رزاخان شاهزاده اسمت الملوک آواز نخونم کتاب همراه همیشگی در هر منزل از سفر زندگی تاج الملوک اندوهگین گفت ملوک خانم با اینکه یه هووی دیگه هم دارم بازم تحمل هوو رو ندارم حیرت زده اونو نگاه کردم گفتم یعنی رضاخان جز شما دو تا عیل دیگه هم داره اندوهگین با لحنی محسون گفت بله توران امیر سلیمانی که از نوادگان قاجاره اون دایی زاده ناصرالدین شاه قاجاره و بسیار مغروره فهمیدم رضاخان خواسته با این وصلت ها پایه های قدرتش رو تثبیت کنه به اون دلداری دادم دلم به حالی سوخت حتی اگه ایال قدرتمندترین و با مرد شهر هم باشی سرت هوو می اومد اونم نه یکی بلکه دوتا با خودم قسم خوردم هیچ وقت ازدواج نکنم چون تعمال هوو رو نداشتم تا ملک دستور داد خدمه برامون نهار آوردن بعد از صرف نهار از من درخواست کرد هر از گاهی به اون سر بزنم میان خودم و اون وجه مشترکی پیدا کرده بودم نمیدونم چرا اما مهرش به دلم نشسته بود اون برخلاف سیماش که با صلابت بود دل پررفعتی داشت شاید با من چنین بود به امارت برگشتم دلم عجیب برای فاطمه سلطان تنگ شده بود چند روز بعد اونا از اسفهان برگشتن مسرور از برگشت فاطمه سلطان اونو تنگ در آغوش فشردم احساس کردم فاطمه سلطان فربهتر شده گفتم فاطمه سلطان دیدار با اقوام حالتو جا و فربه شدی اون لبخند شیرینی زد. نن مروارید گفت فاطمه سلطان نکنه آبستن هستی؟ گونه های فاطمه سلطان سرخ شد. از خوشحالی بلند شدم و اونو بوسیدم. برای فاطمه سلطان خیلی خوشحال بودم. اون عاقبت به خیر شده بود. به دستور سید حسین دنبال نوازندگانی بودم که برای ضبط تصنیف منو همراهی کنند. شنیده بودم قمران ملوک هم در سال چندین تصنیف میخونه و بیرون میده. نمیخواستم من کمتر از اون باشم هفته یک بار به ملاقات تاج الملوک میرفتم براش آوازی میخوندم و سازی مینواختم ایامی رو که در پیش اون به سر میبردم و دوست داشتم روزی پیش تاج الملوک نشسته بودم که خدمتکارش خبر آورد رو چند روز بعد عقد و عروسی رضاخان و شاهزاده خانم اسمت الملوکه رنگ از روی تاج الملوک پرید هر چه کردم از خاطرش بره موفق نشدم روز بعد شاهزاده جهانگیر میرزا رسما با نامه عروسی پیشم اومد و از من خواست به عروسی برم خیلی دلم میخواست به اون مجلس عیش برم و دلی شاد کنم اما به تاج الملوک قول مساعد داده بودم به اون مجلس نمیرم مونده بودم چه بهونه بیارم و به عروسی نرم پیش اقبال السلطان رفتم از اون خواهش کردم بهونه پیدا کنه که من به اون مجلس نرم اقبال السلطان خشمگین شد و گفت مولوک تو خواننده هستی نباید احساسات تو چاشنی هنرت کنی و میبایست بری گفتم میدونم اما دل خودم رضا نیست از شما تمنا میکنم منو یاری کنید همین یه بار اقبال السلطان چون دید خودم تمایل ندارم پذیرفت و یک روز مونده به عروسی پیش شاهزاده جهانگیر میرزا رفت همون روز به امارت من اومد و گفت بانو جز السلطنه دلیل و پرسیدن و من چون دروغ تو کارم نیست چاره جز بیان حقیقت نداشتم و دلیل رو به اون گفتم از خجالت سر به انداختم و گفتم پس در این صورت دل ایشون میرنج و کدورت پیش میاد اما به دلیل اینکه به تاج الملوک قول دادم نمیتونم زیر قولم بزنم روز عروسی خوشبختانه کسی به دنبالم نیومد دو روز بعد از عروسی یه دیس شیرینی برداشتم و پیش بانو ابتاج و سلطنه رفتم برخلاف تصورم اون با مهربانی منو پذیرفت تبریک و تهنیت گفتم از اون خواستم از من رنجش به دل راه نده که من چاره ای جز این نداشتم بانو ابتاج و سلطنه گفت میدونم ملوک جان نوم هووی تاج الملوک شده برای همه زنها این امر دشوار و مشقت باره با اینکه رضاخان فرماندهی فرمانده کل قوا رو دوست میدارم اما دلم با این وصلت رضا نبود دامادم شاهزاده غلام علی میرزا دولتشایی یک کلام گفت اسمت الملوک باید ایال رضاخان بشه برای همین ما نتونستیم مخالفت کنیم از اون سو رضاخان هم توران خانم رو مطلقه کرد تا رضایت تاج الملوک رو به دست بیاره به اسمت الملوک اکیدن سفارش کردم که احترام تاج و به جای بیاره که اون ایال بزرگ رضاخان و بانوی بزرگ امارت هست امیدوارم کم کم از در صلح و سازش در بیانو میانشون نفاق و دشمنی نباشه هر وقت بانو ابتاج و سلطنه سخن میگفت از شنیدن صداش حز وافری میبردم به راستی که اون زنی دانا و مقتدر بود به امارت برگشتم گماشته تاج الملوک به دنبالم اومد همراهش پیش تاج ملک رفتم آن که اندوهگین بود با دیدن من لبخندی به لب نشوند و گفت مولوک خانم از شما ممنونم که خواسته منو زمین نذاشتی و به عروسی نرفتی لبخندی زدم و گفتم همین پیش پای شما پیش بانو تاج و سلطنه بودم و هر چی شنیده بودم و براش شهر دادم تاج الملوک اخم به چهره نشوند و گفت ایشون نسبت به من لطف داشتند اما من هرگز و ابدا با نوشک هووی من هست از در صلح سازش در نمیام اصلا این داستان صلح هواها با هم سابقه نداره در آرامش به سخنانش گوش دادم خودمو در مقامی نمیدیدم که دخالت کنم برای همین راه سکوت انتخاب کردم به دنبال موسیقیدانان جوان و کار کشته بودم چند نفری از اونا رو پیدا کردم دستور دادم برام تصنیف بسازن اوقاتم به خوندن در مجالس و ضرب نواختن میگذشت شکم فاطمه سلطان بالا آمده بود هر آن ممکن بود موعد زایمانی سر برسه غزال دیگه راه میرفت و از زیبایی بهره زیادی داشت. فاطمه سلطان اونو مثل دختر خودش دوست داشت و میگفت خیلی شبیه مادرشه. حسن چون فاطمه سلطان آبستن و رنجور بود پیش اون به غزال محبت نمی کرد. طوری رفتار می کرد که گویی تمام توجهش به فاطمه سلطان بود. غزال اما اینا سرش نمی شد. آشق و شیفته ی حسن بود و هر وقت اونو می دید میکرد می کرد و خودشو تو بغل پدر مینداخت افت جانم فارغ شد و برای استراحت به امارات آقاجان جان اومد. برای عیادتش به امارت آقاجان جان رفتم و سکه طلا هدیه دادم. شوهر خواهرام هیچ کدوم با من برخورد نداشتن. منم برای صلاح زندگی خواهرام به امارتشون نمیرفتم. تنها دید و بازدید ما در امارت خانم جان یا امارت خودم بود. خانم جان هر وقت منو میدید چشماش گرد غم داشت. او نگران آینده من بود و دلش میخواست شوهر کنم. اما نمیدونست من بدبین شده بودم و نمیتونستم دل به مردی ببازم. روزی در مجلس یکی از ایان نشسته بودم و مشغول آوازخانی بودم. توجه یه مرد رو که از غذا صورت زیبایی داشت روی خودم دیدم. محل اعتنا ندادم. هوش و حواسم پی خوندم بود. اما خبر نداشتم اون جوان دل به من باخته. چون چند شب در هر مجلسی آواز میخوندم اونم اونجا منتظر میدیدم. فهمیدم اون پی دریافت توجه منه. نامونشانش رو جویا شدم. نامش بهرام میرزا و تاجر پارچه بود. دیگه از دیدنش به سوتو اومده بودم نمیخواستم برام حرف درست بشه شب اون جرأت کرد و پیش من اومد و از من درخواست ملاقات حضوری کرد چون توجه جمع و معطوف خودم دیدم لبخندی زدم و هیچی نگفتم بهرام میرزا درخواستش پافشاری کرد هوای تهران گرم و سوزناک بود طاقتم از این اصرار تاق شده بود بیش از اینم نمیشد اصرار اونو بی جواب گذاشت با لبخند گفتم فردا در میدان توبخانه منتظرم باش بهرام میرزا گل از گلش شکفت به امارت برگشتم عصبی از این اصرار بهرام میرزا به فاطمه سلطان گله کردم فاطمه سلطان گفت ملوک اگه جوان برازنده و مقبولی هست چه اشکالی داره با اون ملاقات کنی گفتم اون الحق زیباست اما دلم باهاش نیست فاطمه سلطان دیگه هیچی نگفت روز بعد از خواب بلند شدم دستور چلو خورش دادم و رو پی خانم جان فرستادم همین که خانم جان اومد فاطمه سلطان بسات نهار رو توی سفره خونه چید بعد از صرف نهار برامون در لیوان شربت خونک با یخ آورد یخ به راحتی پیدا نمیشد و به دستور شاهزاده جهانگیر میرزا برام یخ آورده بودن خونک های یخ باعث سرحال شدنم شده بود فاطمه سلطان با منمن گفت مولوک نمیخوایی یه سر به میدان توبخانه بزنی؟ ناگهان یادم افتاد ای دل قافل چنان سرگرم مهمونداری بودم که از بهرام میرزا قافل شدم دیگه سر ظهر بود و آفتاب داغ تابستان از آسمان نمایان بود. با خودم گمان کردم حتما بهرام میرزا از اونجا رفته. خانم جان با لحن مشکوکی پرسید مولوک بهرام میرزا کیه؟ به اون گفتم خانم جان اون تاجر بازاری و دل به من سپرد و مرتب درخواست ملاقات داشته. امروز قرار ملاقات داشتم و پاک از یادم رفت. خانم جان با ملاتفت گفت اگه جوان برازنده و مقبولی باشه باید از راه درست جلو بیاد. درخواست ملاقات پیش از ازدواج چندان صورت خوشی نداره گفتم بله خانم جان اما اون بارها در مجلس زیادی آوازخانی منو شنیده برای همین درخواست ملاقات داشت شاید میخواست به عشق اعتراف کنه خانم جان گفت مولوک شرایط تو با گذشته خیلی فرق کرده در حال حاضر تو خواننده و نوازنده هستی باید مراقب باشی به سرنوشتی که با طبیب داشتی دچار نشی هر کسی خواست پیشت نرد عشق به بازه و دیدی بهش میلی داری از همون اول سنگ تو باهاش وا بکن و بگو که خوانندگی پیشه تو نوازندگی سلیقه تو هست تا اون بدونه با چه کسی طرف حسابه مبادا مهرشو در دل بذاری و بعدها با مخالفت خانوادهش روبرو بشی اون وقت مثل چینی نازک میشکنی که بند زدنش ممکن نیست دیدم چندان پر میرا هم نمیگه اما خانم جان نمیدونست دلم همچنان با طبیبه طبیبی که در بیروت ایالوار شده بود و من در تهران در غم عشقش میسوختم <موسیقی> <موسیقی> چند روز گذشت و بهرام میرزا رو نمیدیدم خوشحال بودم که اون از سرافت من افتاده بعد از مدتی در مجلس یکی از شاهزاده های قاجار با اون ملاقات کردم اون اخم و کرده بود و در صدر مجلس نشسته بود بعد از اتمام آوازخانی از جام بلند شدم که چادر چاخچور کنم و به همراه بشیر به امارت برگردم بهرام میرزا جلو اومد و با اتاب گفت ملوک خانم اگه قصد ملاقات با منو نداشتید پس چرا قرار ملاقات گذاشتید با غذب منو نگاه کرد اومدم بگم قرار رو صحون از یاد بردم و اسخایی کنم که بهرام میرزا گفت دیگه با شما قرار ملاقاتی نمیذارم و پشت کرد و بیرون رفت خشم به من غلبه کرده بود از امارت بیرون رفتم و خطاب به اون گفتم چون از اولم قصد ملاقات با شما رو نداشتم و اون قرار به اصرار شما شد الانم خیلی خوشحالم اون قرار ملاقات انجام نشد و شما شخصیت خودتون رو نشون دادید امیدوارم دیگه هرگز با شما هم کلام نشم و هم چشم نشم رو بندم و انداختم و با بشیر به سمت امارت رفتیم. از این پر بهرام میرزا لجم گرفته بود. اون گمان میکرد چون تاجر ثروتمنده برای دیدنش سر و دست میشکنم. خبر نداشت پول برام هیچ اهمیت و ارزشی نداره. خوشبختانه در دیدارهای بعدی بهرام میرزا رو ندیدم. گمان کردم از دست اون راحت شدم اما خبر نداشتم اون در خفا پشت سرم حرف زده بود و گفته بود با ملوک قرار ملاقات نذارید. اگه قرار بذارید اون به محل ملاقات نمیاد. خدا رو بیامرزه اون به خیال خودش خواست کاری کنه که هیچ مردی سمتم نیاد و من نتونم قرار ملاقات بذارم اما ندونسته بهترین لطف در حق من کرد و شر مزاحمان احتمالی رو از سرم کم کرده بود گویا این سخنان اون باعث کنجکاوی عدهای شده بود در مجلس بزمی تصنیف جدیدی رو که تازه ضبط کرده بودم میخوندم جوانی بلند بالای و شیک جلو اومد و از من درخواست قرار ملاقات کرد میخواستم دعوتش رو رد کنم اما به خاطرم اومد اگه بلایی که سر بهرام میرزا اومده سر اون بیارم بهتره با اون قرار سر ظهر در میدان توبخانه گذاشتم روز بعد پنهانی چادر چاخچور کردم و به میدان توبخانه رفتم جوانک بینوا زیر حرم آفتاب سوزان تابستان در حال زوب شدن بود به امارت برگشتم دیدم خانم جان به همراه نصرت جان اومده دلم برای نصرت جان تنگ شده بود اونو بوسیدم و در آغوش کشیدم از هر دری حرف زدیم نصرت گفت باید به لالزار برای خرید برم گفتم خیر نصرت جان خندید و هیچی نگفت به لالزار رفتیم و نصرت جان برای خودش و دخترش البسه ی فرنگی خرید در دکان مادام کنتوار مشغول وارسی کفشای دستدوز پاریسی بودیم که ایران خانم عروس ماهنوش خانم رو دیدیم اون با نصرت جان چاق سلامتی کرد من رو برگردوندم ایران خانم خطاب به نصرت گفت شما هم برای مهمانی فردا شب ماهنوش خانم دنبال رخت فرنگی اومدید؟ البته حقم دارید چون فردا شب برای اولین باره که قرار میرزا محمود خان و عروسشو که از بیروت اومده ببینید. بعد یک دست رخت پسرانه کوچک آبی رنگ از دکان مادام کنتوار خرید و با لحن متملقی گفت اینو هم برای ایرج پسر میرزا محمود خان میخرم. تمام بدنم میلرزید باورم نمیشد تبی پسردار شده باشه به سختی جلوی افتادن خودم رو گرفتم نصرت با منمن گفت انشاءالله مبارکش باشه. ایران خانم خنده پرسدای سرداد و به بی من بیرون رفت. دیگه هیچ رمق و نایی برای ایستادن نداشتم. روی صندلی دکان مادام کنتوار نشستم. مادام با لحن خوشی گفت ماد مازل حالتون مساعده؟ لبخند کم رمقی زدم و سرمو به نشونه تایید پایین آوردم. نصرت حراسان جلو اومد و با افسوس گفت ای کاش جفت پام قلم می شد و اینجا نمی ایکاش با افت می اومدم. من گردن شکسته خواستم تغییری تو حالت ایجاد بشه که با تو به لالزار اومدم چه میدونستم قراره با ایران خانم روبرو بشیم گفتم نصرت جان ایرادی نداره اشتباه کردن شما و ایران خانم نیست برای اینکه حالا هوای ناموساید خودم و نصرت رو عوض کنم به مادام گفتم دو تا کیف جعبه که سگک طلایی داشت برام بیاره مادام خندید و گفت اون کیف ها رو میخوای اونا رو شخصا از خیابون شانزلیزه پاریس خریدم دوزندش مسیو بنجامین از مشهورترین دوزندگان کیف در پاریس هست. لبخندی زدم. اونم مثل سایر فروشنده ها بازارگرمی میکرد. اما هیچ نیازی به بازارگرمی نبود. کیفا رو یکی برای خودم و یکی برای نصرت جان خریدم. نصرت با چهره مغموم از گرفتن اون امتناع کرد. چون اصرار منو دید، ناچار قبول کرد. به عمارت برگشتیم. گفتم نصرت جان چه خبره؟ گفت ماهنوش خانم همه ما رو وعده گرفته و به اصرار نسحت خانم ما هم به مهمانی میریم هیچ نخواستم سر از ایاله طبیب و عروس ماهنوش خانم کم باشه برای همین رخت فرنگی خریدم خندیدم و گفتم نصرت جان شما زن با کمالاتی هستی و این کمالات به شما درخشش و جلوه خاصی بخشیده اون چه باعث تمایز شما و اونا میشه کمالات و ادب ستودنی شما هست و بس هیچ در قید و بعد ظاهر نباش که از اونا سرتر باشی شما سرتر هستی نصرت بلند شد و منو بوسید میدونستم آخر هفته مهمانی باغ ماهنوش خانم هست دلم سخت هوای طبیب و کرده بود و میل دیدارش به دل سرکش و بیقرارم افتاده بود قصد کردم پنهانی با بشیر به شمران برم بلکه یه نظر طبیب و ببینم و غم دوری از اونو در دلم تسکین بدم این چند روز هیچ هوش و حواس درست و حسابی نداشتم و دلم هوایی شده بود برای همین به هیچ مجلس آوازخانی نمی رفتم. روز موت سر رسید. به حمام رفتم خودم و آراستم. همین که در آینه قدی قابطلای اتاق خودم و نگاه کردم لبخند محزونی بر لبم نقش بست. من که قرار نبود در اون مهمانی باشم. اما لجوجانه به خودم رسیده بودم. به باغ شمران رسیدیم. خدمه در حال بردن طبقهای میوه و شیرینی به داخل باغ بودند. از پنجره کالسکه هر نگاه کردم طبیب و ندیدم. مهمونا کم کم رسیدند. چون کالسکه نصرت از دور پیدا شد در دلم حراس افتاد میدونستم نصرت جان کالسکه منو میشناسه به بشیر دستور دادم از اونجا دور بشه هرچه به سمت تهران نزدیک می شدیم غم دلم بیشتر می شد تحمل اینکه به امارت برگردم نداشتم به بشیر گفتم منو جلوی امارت خانم جان پیاده کنه و به فاطمه سلطان خبر ببره که ملوک امشب و بر نمیگرده کلون در رو به صدا در آوردم و عذرا در رو باز کرد. با دیدن من در اون عصر تابستانی متحیر شد. گفتم عذرا جان بین به دل راه نده. یه امشب اومدم بمونم. خانم جان که فهمید من رفتم شادمان منو در آغوش کشید و بوسید. گفتم خانم جان دلم برای آغوش گرم و امن تنگ شده بود. برای همین به اینجا اومدم. کمی نگذشته بود که آقا جان گرمک به دست اومد. جلو رفتم و سلام کردم. آقا جان با مهربانی پیشانی منو بوسید. اوزرا گرمک و شست و پوست کند و برامون آورد خانم جان میدونست اون شب نصرت جان در مهمانی ماهنوش خانم هست از این ور اون ور صحبت میکرد تا شاید مرغ خیال منو از امارت اربابی شمران دور کنه لبخندی زدم و اونو در آغوش فشردم فرداش با آرامش خیال وصف ناپذیری چشم از خواب باز کردم امارت آقا جان بهشت من روی زمین بود بهشتی که حاضر به تعویز اون با هیچ لذتی نبودم یک آن به سرم زد ای کاش همینجا میموندم اما میدونستم طاقت دوری از فاطمه سلطان و نن مروارید و به خصوص غزال شیطان رو نداشتم شب هم از مجلس دیر برمیگشتم نمیخواستم بیش از پیش باعث نگرانی خیال آقا جان بشم سر ظهری کلون در به صدا در آمد. دلم هر ریخ پایین مواد و کوکب باشه اما خوشبختانه چشمم به جمال نصرت جان روشن شد نصرت منو در امارات دید و گفت مولوک چه خوب اینجا هستی میخواستم حبیب کالسکچی و سراغت بفرستم گفتم نصرت جان چی شده اون لیوانی چای طلب کرد و گفت دیشب به باغ ماهنوش خانم رفتیم ایال طبیب فرنگیس خانم دیدم که زنی بسیار آرام و مطی بود مهرش به دلم نشست کادوی چش روشنی پسرش رو دادم اون گرم تشکر از من بود که در تالار باز شد و در کمال حیرت و تعجب کوکب و خالجان اومدن متعجب با چشمانی گرد گفتم چی گفتی؟ کوکب؟ اون برای چی باید به مهمانی نامزد سابقش بیاد؟ خدای من خیلی تعجب آوره. نصرت گفت من هم با دهان باز کوکب و نگاه کردم. آنچنان با غضب فرنگیس بینوا رو نگاه کرد که فرنگیس ماتش برد. مونده بودم علت دعوت اون چیه؟ کوکب به سردی سلام کرد و پیش ماهنوش خانم نشست. ایران و دولت به من پوسخند کجی زدند. دلم خواست از مجلس بلند بشم اما از اتاب نسحت خانم ترسیدم. وقت شاب فهمیدم بله با طبیب اردشیرخانم از بیروت برگشته فهمیدم دلیل اومدن کوکب اردشیرخان هست و بس مونده بودم ماهنوش خانم چرا تو دام کوکب پلشت افتاده بود بعد از صرف شام به بهانه مبرز رفتن به باغ رفتم شنیدم طبیب با اتاب به شیر میه که از دست ماهنوش خانم به تنگ اومده و از اینکه اونو در حضور ایالش نامزد سابقش رو وعده گرفته هیچ خوشش نیومده برد شیرخان گفت کوکب خیلی زیباست اما تمنا میکنم تو دامش نیفت ارد شیرخان خندید و گفت غمت نباشه نمیدونی کوکب چه اشفه ها میریخت شانس آورد پریزاد خانم به دلیل دوری راه از بیروت نیومده بود وگرنه براش جوابی کوبنده تو آستین داشت کنار فرنگیس ایال طبیب نشسته بودم ناگهان کوکب خطاب به اون با لحن بدی گفت میدونی پیش چه کسی نشستی فرنگیس متحیر منو نگاه کرد و هیچی نگفت کوکب با ریشخند گفت خواهرش ملوک خواننده است و محفل بزم الوات عرق رو گرم میکنه هر شب و توی یه امارت به سر میبره معلوم نیست اونجا آواز میخونه یا کار دیگه خدا عالم حب است ماهنوش خانم به تمسخر خندیدن در حال سکته بودم اومدم جوابشو کوبنده بدم که فرانگیز گفت نصرت خانم شما خواهر ملوک خانم هستید عجب سعادتی نصیبم شده نمیدونی پریزاد خانم چقدر شیفتشه هر روز صداشو تو گرامافون میذاره و روی بالکن امارت میشینه و غروب آفتاب و روی دریا تماشا میکنه شیفته صدای ملوک هستم و خیلی مشتاق دیدارشم یه دفعه کوکب نه گذاشت و نه برداشت گفت بهتره هیچ وقت اونو نبینی ملو کریول منظر و مشهور به ملو کتول است این بار دیگه هیچ کس از ترس من نخندید گفتم کوکب لطفا نفت کلام داشته باش هر چی میگی احترام میزبان رو نگه داشتم هیچ چی نمیگم نمیدونم ماهنوش خانم چرا متلقه شوهر فاطمه سلطان خدمه امارت خاندان شمرانی رو وعده گرفته ماهنوش خانم باورش نمیشد با صدای بلندی گفت چی میگید نصرت خانو؟ گفتم میتونید یه سر به دکان استاد حسن نقرچی در بازار تهران برید و خودتون چند و چون ماجرا رو جویا بشید خاله جان با اتاب گفت نصرت احترام بزرگتر تو نگهدار مولو کافر ملحده و نبی بایست به دلیل کفر اون دختر معصوم و پاک منو برنجونی با خنده گفتم کدوم دختر همون دختری که با شرب مسکرات و به زور مستی شراب اونو به عقد حسن شوهر فاطمه سلطان درآوردید دیگه موندن در اونجا رو جایز ندونستم از جان بلند شدم و خطاب به ماهنوش خانم گفتم از شما تمنا میکنم دیگه تو هیچ مهمانی منو وعده نگیرید به حد کافی شما شخصیت و منش خودتون رو نشون دادید دیگه بیش از این جایز نیست نزهت خانم هیچ باورش نمیشد انقدر تند رفته باشم خطاب به اون گفتم من نمیدونم من عروس شما هستم یا کوکب چنان سنگ کوکب و به سینه میزنید هرکس ندونه گمان میکنه اون قبل از من نامزد پسرتون بوده طرف حساب شما من هستم نه کوکب دلیل این حمایت چیه نکنه قصد دارید کوکب برای میرزا رزا بگیرید و روتون نمیشه یا بالعکس ماهنوش خانم قصد داره کوکب برای میرزا محمود خان بگیره من کوکبو و نمیشناسم دختری که بیشرم و حیاس و عفت کلام نداره آرم میاد بگم فامیلمه این گوی و این میدان ببینم شما برنده میشید یا ماهنوش خانم که هنوز به روال سابق چشمش به کوکبه یا میخواد از پریزاد خانم انتقام بگیره که کوکب و وارد این ماجرایی کرده که هیچ آخر و عاقبت خوشی نداره خطاب به فرنگیس گفتم فرنگیس خانم ای کاش تو همون بیروت میموندید از کوکب برحذر باش و مراقب شوهرت باش که کوکب از دیرباز تا الان چشمش پی میرزا محمود خانه فرنگیس وا رفت و رنگ صورتش پرید نسحت خانم با اتاب گفت هیس دختر این چه کاریه به قهقهه خندیدم و گفتم به من میگی هیس؟ پس چرا جلوی کوکب که محض خاطرش خواهرم ملوک و فلک بستی نگرفتی اون همه توهین به عروست مادرت نوت کرد و نادیده گرفتی بعد چادر چاقچور کردم و خطاب به ماهنوش خانم گفتم اگه یه بار دیگه منو به مهمانی وعده بگیرید یا جایی که من هستم حضور داشته باشید اون وقت من میدونم و شما و محمود خان به وضوح دیدم رنگ از صورت ماهنوش خانم پرید به خدمه گفتم میرزا رزا رو صدا کنن و به میرزا گفتم با مادرت چنین کردم و چنان امروز میدونستم نهزت خانم به باغ میاد حوصله نکردم قبل از اینکه بیاد از اونجا بیرون زدم چشمام خیس اشک شده بود جلو رفتم و نصرت جانو در آغوش فشردم اون جوابی کوبنده به کوکب و ماهنوش خانم و صد البته نهزت خانم داده بود گفتم نصرت مبادا تو رو طلاق بدن نصرت خندید و گفت نه تفل شازده از پسرش رو حمل میکنم اول متوجه نشدم چی گفت همین که فهمیدم و بستنه شادی کنن بلند شدم و بر سرش نقل ریختم خانم جان از شادی نمیدونست چی کار کنه. خطاب به عذرا گفت عذرا بلند شو شیرینی بپس. تا اصری در امارت آقا جان بودیم. اصری که مشغول گفتگو با نصرت بودم میرزارزا داخل تالار شد. این اولین دیدار ما بعد از ماجرای فلک کردن بود. میرزارزا با دیدن من در امارت آقا جان رنگ از روش پرید و زبانش گرفت. فهمیدم اون نمیدونه آقا جان با من از در صلح و سازش در چنان به هراس افتاد که رعشه به جانش افتاد. نصرت با پوزخند گفت میرزا دلیل حراس شما چیه؟ آقا جان با دیده شک میرزا رزا رو نگاه کرد. کم مونده بود میرزا رزا پس بیفته. اون از صلح میان من و آقا جان هیچ خبر نداشت. با صدایی که گویی از قعر چا در میومد گفت خدا رو شک که دیگه ملوک خانم رو اینجا می بینیم. آقا جان گفت پسرم من از شما تشکر می کنم که مدتی که مثل کپ سرم و زیر برف کرده بودم از دختر دست گلم مراقبت کردین و اونو در امارت خودتون جا دادید. می بایست یک روزی پیش حاج مزفر و نسحت خانم برم و از اونا تشکر کنم. همین که میرزا زا اینو شنید چنان به هر افتاد که فنجان چای داغ از دستش لیز خورد و روی شلوارش افتاد فریاد جگر خراشی کشید و از جاش بلند شد و شتابان به مبرز رفت آقا جان لبخندی بر لب نشوند و در حالی که تسبیه دانه لالش رو در دست میچرخوند گفت تا تو باشی دخترم و به همراه خانم جانت فلک نکنی حیرت زده اونو نگاه کردم فهمیدم نصرت به خانم جان آرس شد و اونم به آقاجان گفته میرزا با شلوار خیس به تالار برگشت دلیل حراسش از این بود که من با اونا گفته باشم نسحت خانم من فلک بسته با لحنی که از ترس به لرزه افتاده بود گفت خواهش میکنم حاج حسین من که کاری نکردم اما شما نیازی نیست پیش حاجی مزفر برید اگه کم و کسری در قبال مراقبت از ملوک از ما سر زده امیدوارم به بزرگی خودتون به ما ببخشید آقا جان با صدای بلندی سلوات فرستاد نصرت ریس خندید گفتم نصرت کم مونده بود حالت سکته به میرزا رزا دست بده نصرت گفت قمت نباشه تا اون باشه انقدر از نزد خانم طرفداری نکنه بعد از صرف شام به برگشتم فاطمه سلطان به محض دیدن من منو تنگ در آغوش فشرد گفت مولوک خوب شد نبودی گفتم مگه چی شده گفت کوکب و را دایه اینجا اومدن و چنان علم شنگه ای انداختن که بیا و ببین بشیر و پی حسن فرستادم همین که حسن رو دیدن دو پا داشتن دوتا هم قرض کردن و پا به فرار گذاشتن کوکب فقط فریاد میکشید ملوک کافر حالا قصد کردی اردشیرخان خانو از دستم در بیاری کور خوندی محمود خان فراری دادی دیگه نمیذارم اردشیرخان و فراری بدی فهمیدم این بار کوکب پی اردشیرخان اومده نن مروارید گفت اونا چون امروز تو رو ندیدن یه فردا بر میگردن صبح از خواب بلند شدم اون شب قرار بود در امارت یکی از شاهزادگان قاجاری حاضر بشم به حمام رفتم مشغول استهمام بودم صدای کلونه در اومد خطاب به فاطمه سلطان و ننه گفته بودم در رو باز نکنن چون قرار نبود خانم جان و بیان فاطمه سلطان با اون وضع پا به ماهش به سختی به حمام اومد و گفت ملوک جان بیا که کوکبه که از این بی‌حیایی کوکب در کمال آرامش سر و بدنم آبکشی کردم و رخت به تن کردم و بیرون اومدم به دالان رفتم و با صدای بلندی گفتم بله کوکب گفت در رو باز کن اینطوری نمیشه گفتم من کافر ملحدم در با روی مسلمان باز نمی کنم. تو مسلمان مؤمنی و خوبیت نداره به امارت کافری بیای که معلوم نیست هر شب و کجا سر میکنه مردم چی میگن یه بار تو روز عروسی شوهرت سر قرار نیومد. بار دیگه اگر سوم مردی بیوه و زندار شدی و عقدت باطل شد و شوهرت به هجله نیومد و عقدتو فسخ کرد. این بار دنبال چی هستی؟ نه مردی داریم نه پسری. از من به تو خیری نمیرسه و از تو هم به من. ایستادن پشت به کافر برات صورت خوشی نداره اومدن به امارتش که دیگه بدتر سخرا دایه گفت کوکب بیا بریم راست میگه کوکب با صدای بلندی گفت مولوک مواد دندان تما برای ارد تیز کرده باشی که اون وقت میبینی چه برای سرت میارم کاری میکنم دیگه نتونی بخونی به قهقه خندیدم و گفتم کوکب هیچکس به حرفت محل اعتنا نمیده مگه ایان و اشراف تهران علل خصوص شاهزادگان قاجاری به حرفت گوش میدن مشکلی نیست هر اقدامی از سمت تو جوابی کوبنده داره منتظرم حرکت بعدی شما رو طوری پاسخ بدم که دیگه نتونی تو این شهر سرتو بالا بگیری سغرا دایه کشان کشان کوکو با خودش برد به نن مروارید گفتم بره پشت بامو و ببینه اونا رفتن یا نه نن شتابان از پله ها بالا رفت و گفت مولوک خانم رفتن نفسی از سر آسودگی کشیدم از دست کوکب به سوتو اومده بودم من فلک زده نمیدونستم که شیرخان از بیروت برگشته که بخوام دلشو ببرم فاطمه سلطان گفت غلط نکنم اردشیرخان شیرخان تو رو خواسته که کوکب به جلز و ولز افتاده به فکر فرو رفتم اگه چنین می بود من هرگز ایالش نمی شدم اصری خودم رو آراستم بزک دوزک کردم و به امارت شاهزاده رفتیم چادر و چاخشو رو در آوردم و چهار بر سر روی صندلی نشستم خدمه با شربت و شیرینی پذیرایی کردن منتظر اومدن مهمونا بودیم انگاره بلو رو برداشتم و در حالی که شربت رو می به اعمال کوکب فکر میکردم. مهمونا کم کم رسیدن. بوی عطر فرانسوی در فضا پیچید. از همون عطر که طبیب میزد. فکر اینکه که طبیب تو شهر هست و من اونو نمیبینم باعث تشویش خیالم میشد. تنبک در دست گرفتم و شروع به ضرب زدن کردم. چشم بستم و آوازی بلند سر دادم. در بین آواز خوندن من مهمونا کم کم می رسیدن. چشم باز کردم شاهزاده جهانگیر میرزا کنار میزبان در صدر مجلس نشسته بود اون با دیدن شخصی از جاش بلند شد چشم چرخوندم و با دیدن طبیب ماتم برد نفس در سینم محبوس شده بود طبیب به همراه اردشیرخان شیرخان در صدر مجلس نشست به سختی آوازم و تموم کردم با نگاهی رنجور طبیب و نگاه کردم اون کت و شلوار فاستونی راه را بر تن و کفش ورنی به پا داشت دیوانی آب نوشیدم این اولین بار بود میخواستم در محفلی برای محمود خان بخونم شروع به ضرب زدن کردم و تصنیف جدیدم و خوندم دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمیگیرد زهر در میدهم پندش ولی کن در نمیگیرد چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد سخن در احتیاج ما استقنای معشوق است چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد به وضوح دیدم محمود خان قطر اشکی از چشاش چکید به سختی جلوی گریه خودم رو گرفتم سکه های زر بود که محمود خان بر سرم شاباش میکرد در دلم آرزو داشتم ای کاش این سکه ها تو شب زفاف بر سرم میریخت به دستور شاهزاده سکه ها را خدم جمع کردن و در سینی نقره گذاشتن و پیشکش کردن دلم روزانه میداد سکه های زر رو بردارم موعد شام بود و همگی به تالار سفره خانه رفتن بعد از خوردن چلو مرغ کیسه زر رو برداشتم اون شب و به سختی آواز خوندم و سعی کردم با طبیب چش تو چش نشم از جام بلند شدم چادر چاقچور کردم و به بشیر اشاره کردم کالسکه رو بیاره طبیب بلند شد به حیات اومد و گفت مولوک قسم میخورم با شنیدن نامم از دهان طبیب قلبم هزار تکه شد برگشتم کیسه زر رو تو دستاش گذاشتم و گفتم بیرزا محمود خان از دار دنیا قلب تو خود تو رو میخواستم نه و زیور تو طبیب با لحن محسونی گفت میدونی که قلبم برای تو هست گفتم دیگه فایده نداره شما ایال و پسر دارید این حرف زیبنده شما نیست سوار کالسکه شدم و به تاخت از اونجا دور شدم هیچ حال خوشی نداشتم با هر بار دیدنش قلبم از عشقش گرم میشد نمیدونم چه سری بود که نمیتونستم از یاد ببرمش همین که به امارت رسیدم احساس داغی کردم به بستر رفتم فرداش با تبی سوزان از خواب بلند شدم فاطمه سلطان حراسان حسن رو پی طبیب فرستاد طبیب به بالینم اومد و گفت باید مدتی استراحت کنی خبر به گوش خانم جان رسیده بود اون برای اینکه تیمارداری کنه پیشم موند پرسید مولوک چرا یه دفعه حالت نامساعد شد گفتم خانم جان در محفلی که بودم میرزا محمود خان رو دیدم خانم جان آهسته اشک ریخت و گفت خدا باجی و کوکب و لعنت کنه که نذاشتن به وسال محمود خان برسی دخترم قسمت نبوده مراقب حال و احوال خودت باش یاران فرهیخته و گرامی برای گسترش فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی لطفا با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و تانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.